بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند خوبی ها. سلام و عرض احترام دارم حضور شما بیننده های خوب تلویزیون جهانی معراج. امیدوارم که خوب و خوش و سرحال باشیم و دور از گزند روزگار باشید. بیننده های عزیز، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از سلسله درس های سواد آموزی از دریچه معراج. امید است که تا آخر بیننده برنامه سواد آموزی باشیم و همچنین از داشته های برنامه استفاده نمایید. عزیزانی که نظریه، پیشنهاد و انتقادی دارم، میشه که با آیدی تلگرام که زیر نویس تلویزیون شما میشه پیام بگذارم جهت بیبود بیتر برنامه سواد آموزی. و تعداد از عزیزانی که فرصت به تماشا کردن تلویزیون ندارم، میشه که درس ها را به گونه منظم از کانال یوتیوب معراج بیننده باشم. با همدیگر درس خود شروع میکنیم. قسمی که سواد آموزان عزیز، به جریان ما و شما در جلسات قبل انواع حروف الفبا را با همدیگر کار کرده بودیم، خوانده بودیم. امروز انشالله یک بحث بسیار مهم و اساسی شروع میکنیم. چیزی داریم به نام آواز یا مثال داریم. قبل از اینکه ما و شما آواز و مثال خود شروع کنیم، می نویسیم کمی هر حرف ما چند آواز یا چند صدا داره. چی صدا بگیم، چی آواز بگیم، هر دویشان یک چیزه. قبل از اینکه ما و شما که عنوان بنویسیم، داریم عنوان درس ما و شما هست صدا یا آواز. صدا یا آواز. ما و شما به حروف کامل خواندیم، گفتیم کل حروف چند تایه؟ 33 حرف. ما و شما حروف الف با ما و شما نه. از بین از این 33 حرف، 31 حرف چند آواز داره؟ 8 آواز یا 8 صدا داره. حرف و ما و شما چند آوازه؟ 7 آواز داره. حرف همزه ما و شما هم چکاره؟ آواز نداره. چرا؟ به خاطر از اینکه خیلی کم کاربرد به زبان دری یا زبان فارسی داره. ما گفتیم در مجموع 33 حرف حروف الف با ما و شما نه. از بین 33 حرف، 31 حرف 8 آواز داره، حرف و 7 آواز، و حرف همزه هم آواز نداره. میریم اولین حرف رو با هم دیگر شروع میکنیم. در قدم اول یاد شما باشه بینندگان عزیز، میم از 1 تا 8 شماره میزنیم یا شماره مینویسیم. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. حالا در مرحله بعدی 8 الف میم مینویسیم. الف اول ما و شما، الف دوم، الف سوم، الف چهارم، الف پنجم، الف ششم، الف هفتم، الف هشتم. مرحله بعدی میایم اینا رو تکمیل میکنیم، ببینیم چی ضرورت داره. برای الف اول فتحه میدیم، برای الف دوم کسره میدیم، برای الف سوم ضمه میدیم. برای الف چهارم ما و شما چیکار میکنیم؟ یک آه میگذاریم، الف مد، الف با کلا. الف پنجم یای نیمه اضافه میکنیم، الف ششم هم دقیقاً یای نیمه همرنگ الف پنجمه، الف هفتم و علاوه میکنیم و الف هشتم و علاوه میکنیم. حالا ما در قدم اول اومدیم از 1 تا 8 شماره نوشته کردیم، مرحله بعدی 8 تا الف اومدیم نوشته کردیم، مرحله سومی اومدیم چیکار کردیم؟ اینا رو تکمیل کردیم، فتحه دادیم، کسره دادیم، ضمه دادیم. به آواز چهارم یاد چون باشیم که این الفه، الف خوابیده که ما با شما آ میگیم، الف مد میگیم یا الف با کلا میگیم. با الف پنجم خو یا آواز پنجم اومدیم یا نیمه علاوه کردیم، الف ششم هم یا نیمه علاوه کردیم، آواز هفتم یا الف هفتم و علاوه کردیم، و آواز هشتم هم و علاوه کردیم. قبل از اینکه ما با شما اینا شروع به خوندن کنیم، ایریاد شما باشه شاگردای عزیز، ایر ما به نام چی یاد میکنیم؟ به نام فتحه. و ما و شما اید به نام چی یاد میکنیم؟ به نام کسره. اینه در پایین مینویسم، به نام کسره. و این ما به نام چی یاد میکنیم؟ به نام ضمه، چون ما اینا رو استفاده میکنیم. شما با اینا آشنا باشیم. ای که روی بالای ایر باشیم میگیم فتحه میگیم، ای که روی پایین ما کسره میگیم، ای که روی جلو یا پیشی داره یا وخوری داره ایر به نام ضمه میگیم. که عامیانه تر از اینا میگیم زر و زر و پیش. حالا اینا رو که شما فهمیدیم، نام از اینا رو یاد گرفتیم، الف اول ما اومدیم چی دادیم؟ فتحه دادیم، الف دوم کسره دادیم، الف سوم چی دادیم؟ ضمه دادیم. یا الف اول زر دادیم، الف دوم زر دادیم، الف سوم پیش دادیم. به همون اساس ما اینا رو میخوانیم. این روی بالا بالات فتحه دار میخوانیم، میگیم ا
ا ا. ایر به حالت کسره، کسره دار میخونیم، رو پایین میگیم ای ای ای. ایر رو به جلو به حالت ضمه دار میخونیم، رو به پیش میخونیم، میگیم او او او. ا ای او، ا ای او، ا ای او. الف چهارم ما شما رو به بالا میخونیم، چی میگیم؟ میگیم آ آ آ. ای 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 ای. پنجم ای میخونیم، ششم ای. ای 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 ای. آواز هفتم میگیم او 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 او. آواز هفتم او میخونیم، آواز هشتم او میخونیم. دوباره حالا همه گیر با هم میخونیم. داریم ا ای او آ ای ای او او. ا ای او آ ای ای او او. ببینیم آ آ آ این رو بالا میخونیم، ای 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 رو پایین میخونیم، او 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 رو به جلو میخونیم. داریم آ آ آ رو بالا، آ آ ای ای ای, ای به یا ختم میکنیم صدا خو، ای ای ای، او 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 او. خب حالا فتح و کسره و ضمه را فهمیدیم شاگردای عزیز، به دلیل از اینکه زبان فارسی یا زبان دری فتح و کسره و ضمه یا زر و زیر و پیش خیلی استفاده نداره. در اول من نوشته کردم، حالا اینا رو پاک کردم. ایر به همین حالت باید ما و شما ایر فتح دار بخونیم، ایر کسره دار یا ضمه دار. چه قسم میگیم؟ آ آ آ. ایر رو پایین میخونیم، میگیم ای ای ای. ای رو به جلو میخونیم، میگیم او او او. شاید پیش یک تعداد شما سوال خلق شه که این ستا شبیه همه، یعنی امرنگه. درسته، این ستا شبیه همه امرنگه. شما تصور کنیم که اینا ستا برادر سقلو هم، همرنگی هم، مشابه هم، اما هم اسم نیستم. همرنگ هستم اما نام ها یا صداهای اینا فرق میکنه. ای ا ای او. ایره ا میگیم، ایره ای میگیم، ایره او میگیم. فقط یادشون باشه آواز اول و دو و سه فقط به صدای فرق میکنه. ا ای او از لحاظ شکل نوشتاری هر سه تا شبیه همه. آواز چهارم ما و شما چیز متفاوتیه دیگه، شبیه با آواز چهارم ما بین از این آوازا وجود نداره. اینو ما رو بالا میخونیم، میگیم آ آ آ آ آ. آواز پنج و شیش ما و شما شبیه همه. اینا رو هم شما تصور کنید که دو تا خواهر همرنگی یا دو قلو هم، اما اسم از اینا فرق میکنه. ایره ای میخونیم، ایره ای میخونیم. ای 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 ای. آواز هفت و هشت ما و شما از لحاظ ساختار نوشتاری شبیه همه، همرنگه. یه ملیف بگو داره، هشتم ملیف بگو. اسم از ای او او او. آواز هشتم او 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 او. ای دوتا شبیه همه، فقط صدای فرق میکنه. ای دوتا شبیه همه، صدای فرق میکنه. و این ستا آواز اول و دو و سه شبیه همه، صداها اینا فرق میکنه. خب یاد شما باشه شاگردای عزیز، شما اول باید اینا رو نوشته کردن از اینا رو بلد بشیم. در قدم دوم درست خواندن از اینا رو که یک دفعه دیگه هم تکرار میکنم. ا ای او آ ای ای او او. مرحله بعدی اینا رو شما چیکار میکنیم؟ اینا رو خود انگشتا خمیم از بر میکنیم. چه قسم؟ میگیم ا ای او آ ای ای او او. صحیح شد. در مرحله بعدی آنقدر اینا رو تکرار میخونیم که همین دو آوازه که با شما گفته میشه، همین دو آواز چی خونده میشه؟ میگیم ای 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 دو آواز، او 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 ای دو آواز، آ ای آ ای ای دو صدا یا ای دو آواز. میگیم او آ او آ ای دو آواز. میگیم ا ای ا ای. اگه برعکس هم بر شما میگم بخونیم، بعد خوانده بتونیم او او ای ای آ او ای ا. آنقدر اینا تکرار کنیم که هیچ وقت یاد شما نره. به دلیل از اینکه اینا به کلمه نویسی خیلی مهمه و خیلی ارزش خواندن زیاد داره. حالا میایم از لحاظ ساختار یک بستگی هم میکنیم اینا رو با هم دیگر. آواز اول و دو و سه شما باشه که هر کدام چند حرفه. ببینیم آواز اول ما و شما یک حرفه،
یک حرفه، آواز دوم هم یک حرفه، آواز سوم هم یک حرفه. آوازهای اول و دو و سه هر کدام چند حرف؟ یک حرف. چند صدا داره؟ یک صدا. صدا به این منظور که چند دفعه خوانده میشه. ببینیم ا ای او، ا یک صدا، ای یک صدا، او هم یک صدا. پس آوازهای اول و دو و سه هر کدام یک صدا و همچنین به چی ختم میشه؟ به خود خو، یک حرف به خود خو. آواز اول هم به خود خو ختم شده الف، آواز دوم هم به خود خو ختم شده آواز سوم. پس آوازهای اول و دو و سه هر کدام یک حرف یک صدا به چی ختم میشه؟ به خود خو. بس بعدی ما با شما آواز چهارم. آواز چهارم شاگردای عزیز یاد شما باشه که چند حرف؟ دو حرفه. ببینیم یک حرف الف، ما او شما الف استوار یا استاده، همچنین یک حرف دیگه ما او شما یک حرف مد یا آ. پس آواز چهارم ما او شما چند حرف شد؟ دو حرف شد. درست شد؟ چهارم دو حرف، پنجم و ششم هم یاد شما باشه دو حرف، یک حرف یه حرف دیگه. ببینیم پنجم و شش دو حرف، هفت و هشت هم یاد شما باشه که چند حرفه؟ دو حرفه. پس آوازهای اول و دو و سه هر کدوم یک حرف یک صدا. آواز چهارم ما و شما چند حرفه؟ آواز چهارم ما و شما دو حرفه. چند صدا داره؟ یک صدا داره. یاد شما باشه که آواز چهارم با وجودی که دو حرف هسته یک صدا داره، یعنی به این منظور که یک دفعه خوانده میشه. ببینیم آ آ آ. آواز پنج و شش ما و شما هر کدوم دو حرف هست، بازم یک صدا داره، یک آواز داره، ای یک دفعه خوانده شد. ای آواز ششم هم دقیقاً ای، ای 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 ای. هفت و هشت هم همین قسمه، دو حرف هسته اما هر کدام یک دفعه خوانده میشه، او 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 او. آوازهای اول و دو و سه یک حرف یک صدا به خود خود ختم میشه. آوازهای چهارم ما و شما چند حرفه؟ دو حرف. به چی ختم شده؟ به الف. یعنی الف الف مد آ ما و شما بگیم. آواز پنج و شیش ما و شما دو حرفه یاد شما باشه، به چی ختم شده؟ به یا. ببینید پنج هم به یا ختم شده، شیش هم به یا، به کدام یا؟ یای نیمه. آواز هفت و هشت ما و شما بازم دو حرفه، به چی ختم شده؟ به و ختم شده. هفت هم به و ختم شده، هشت هم به و ختم شده. بس بعدی آواز دوم ما و شما یاد شما باشه که همراه آواز شیشم از لحاظ تلفظ و خواندن تقریبا شبیه. بعد اینا خیلی تمرین کنیم. آواز دوم ما چی میگفتیم؟ میگفتیم ا ا، اینه کسره میدادیم روی پایین، میگفتیم ا ا. اما آواز ششم چی؟ به یا صدا خود ختم میکنه، ا ای 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 ای. بس بعدی ما با شما آواز سوم همراه با آواز هشتم یاد شما باشه که خیلی شبیهه. این ما با شما روی پیش روی ذمه دار ختم میکنیم صدای، میگفتیم او ا ای او. آواز هشتم چی میگفتیم؟ او. لباقم چه میشه؟ به او ختم میکنیم، او 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 او. آواز سوم ما با شما او، آواز هشتم او. درست شد؟ پس این شباهت ها یاد شما باشه تمرین که خیلی کنیم. فرق آواز دو و شش کرده میتونیم، فرق سه و هشت کرده میتونیم. بنابراین یاد شما باشه که اینا رو خیلی تمرین کنیم که تفاوت از این آواز ها رو بفهمیم. ما چرا اینقدر تاکید میکنیم روی از این آواز ها؟ که این آواز ها خیلی مهمه و باید دقیقا اینا رو خوب منظم مرتب اینا رو باید هم خواندن و هم نوشتن و هم اینا رو از بر کنیم، به دلیل از اینکه ما همین آواز ها از حرف الف تا به حرف یا که بلد باشیم، چپ و راست جلو و دنبال، هر آن کلمی که بر ما و شما بگم ما و شما میتونیم با استفاده از این آوازها کلمه را قشنگ بنویسیم. یک نکته دیگه یاد شما باشه، همین حرف الف که شما قشنگ یاد گیریم دیگه آوازها یعنی دیگه حروف هم ما و شما میشه پیشخون شیم. مثلا روز بعد یا جلسه بعد ما و شما حرف بره میخونیم، حرف پره میخونیم، او هم عین همین هشت رو می‌نویسیم، عین همین همین قسم خوانده میشه، همین قسم یا میگیره الف میگیره. حالا میریم با هم دیگر یکی دو کلمه با استفاده از این آواز ها ما و شما چیکار میکنیم؟ مینویسیم. مثلا ما و شما کلمی داریم، میگیم بنویسیم کلمی خدا بنویسیم. اولین کلمی خود به نام خدا شروع میکنیم، خدا. ما هیچی بلد نیم، همین آواز ها رو میگیم چیکار میکنیم؟ حساب میکنیم با وجودی که ما و شما حرف خیر هم نخوندیم، حرف دال هم نخوندیم. میایم بگیم خ خ خو. آواز چندم؟ آواز سوم خ. ببینیم خ خ خو، حرف خ را که بخونیم آواز سوم خ. این آواز سوم خ ما و شما ان خ، آواز سوم رو به جلو خونده میشد، یعنی چی؟ یعنی ذمه دار پیش میدادیم ما و شما خو.
حرکت بعدی آواز بعدی ما شما چیه؟ دایه. د د دو دا. دال چندم؟ دال چهارم. این اینجوری ما شما دال چهارم هم علاوه میکنیم. ببینیم کلمه شد. ما دیگه کار خاص نکردیم، با استفاده از این آوازها ما شما اومدیم چیکار کردیم؟ یک کلمه نوشتیم. هر آن کلمه‌ای که خواسته باشیم با استفاده از این آوازها ما شما میتونیم با هم دیگر بنویسیم. مثلا کلمه دیگه داریم، ما و شما بر فعلیف مثلا بگیم بنویسیم احمد بنویسیم. ببینیم اول نگاه میکنیم که احمد ما و شما چند حرکت داره. یاد شما باشه که یک موضوعی ما و شما داریم، فرق بین حرکت و هجا یک چیز بسیار متفاوتیه. ما و شما نظر به حرکت میایم یک کلمه رو بررسی میکنیم، نظر به هجا کار نداریم. مثلا بنویسیم انار یا احمد، نگاه میکنه که چند حرکت داره. ببینیم ا ه م د، چهار حرکت داره، به هجا ما هیچ کار نداریم. ببینیم داریم ا، الف چندم ما و شما؟ الف اول. این الف اول ما و شما. حرکت بعدی چیه؟ ه ا ه. هی چندم ما و شما؟ هی هم اول. این باز حرکت بعدی چیه؟ ما ا مه مه. میم چندم؟ میم احول ما و شما. به چی ختم میشه؟ به حرف دال ختم میشه، به حرف دال ختم میشه. دالم آواز چندم شد؟ آواز اول شد. شاگردای عزیز یک نکته شما یاد شما باشه، آوازهایی که به حرف یعنی به الف و یا و و ختم نمیشه، با آخر کلمه قرار میگیره، اینا به نام سکون یاد میکنه. سکون یعنی چی؟ یعنی بی صدا، صدا نداره. آواز چندم میشه؟ آواز اول. چی؟ کدام آواز بود؟ از جمله آوازهای فتدار بوده. آواز اول. ببینیم احمد، احمد. مثلا کلمه دیگه ما بشم بنویسیم، مثلا نگیم بنویسیم ناک، ناک بنویسیم. ناک، ناک. چند حرکت؟ دو حرکت داره، یکی نا یکی که. حرکت ما به هجا کار نداره، ما فقط بس ما حرکت و آوازه، یکی میگیم نا یکی میگیم که. ناک میگیم نون حساب میکنیم، نه نه نو نا. نون چندم ما و شما؟ نون چهارم ما و شما. این نون چهارم ما و شما به چی ختم میشه؟ به حرف کاف ختم میشه. این حرف کاف ما و شما با آخر کلمه قرار گرفت، اینجا سکون. آواز چندم میشه؟ آواز اول. سکون خود چی بود؟ سکون به معنای بی صدا، با آخر کلمه قرار میگیره. او هم در صورتی که کلمه ما و شما آخر الف نباشه، دیگه آخر کلمه ما و شما به یا ختم نشده باشه و همچنین آخر کلمه ما و شما به و ختم نشده باشه، دیگه به هر چی ختم شه او چی؟ سکونه. متوجه شدیم؟ یعنی بی صدایه. خب ببینید دای عزیز، رسیدیم به پایان یکی دیگر از درس های سواد آموزی. امیدوارم که حتما حتما از این حرف الف چندین بار بنویسیم، تکرار کنیم، خوب منظم اینا رو بعد خودی انگشتا خبر کنیم، جلو و دنبال اینا رو بخونیم که انشالله به جلسات بعدی باز زیادتر رو همچون موارد بس میکنیم و کلمه نویسید به جلسات آینده انشالله بیشتر ما با شما با هم دیگر کار میکنیم. از این چند صفحه کارخونگی مینویسیم انشالله که اینا رو خوب قشنگ یاد گیریم. تا برنامه بعدی و درس بعدی، خدا نیار و نگهدار شما.